همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ماست تا بیشتر این اخبار رو بررسی بکنیم. نیلوفر، ابتدا از سفر رافائل گروسی به تهران به ما بگو. چرا اصرار داره رافائل گروسی که به ایران سفر بکنه؟ موضوعات حل نشده بسیاری بین ایران و آژانس باقی مونده و ایران همکاری‌هاش با آژانس رو اونطور که جامعه بین‌الملل می‌خواد ادامه نمیده. آقای گروسی امیدواره که بتونه با سفر به ایران این همکاری‌ها رو افزایش بده و مشکلات و اختلافات موجود بین ایران و آژانس رو حل بکنه. چیزی که حالا خودش میگه تو چند روز آینده امیدواره که انجام بشه، ولی خب هنوز از طرف مقام‌های ایرانی این سفر تایید نشده. آقای گروسی توی صحبت‌هاش گفته که برای حل این مشکلات، برای اینکه بتونن به تفاهم برسن و اختلافات موجود رو حل بکنن، نیازه که او با مقام‌های عالی رتبه ایران از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو بکنه. می‌دونیم که حدود یک ماه دیگه قرار هست جلسه شورای حکام آژانس برگزار بشه، جلسه‌ای که در اون ممکنه اگر ایران پای میز گفتگوها برنگرده، اگر ایران همکاری‌هاش با آژانس رو در مورد موضوعات مختلفی که حالا باز پرونده‌های باز حل نکنه، افزایش نده، ممکنه که در اون صورت علیه ایران قطعنامه‌ای در این شورا تصویب بشه، قطعنامه‌ای که میتونه ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگه بکشونه. توی دورهای قبلی دقیقاً در لحظه آخر ایران اقدامی انجام داده، مثلا با دعوت آقای گروسی به ایران جلوی چنین قطعنامه‌ای رو گرفته، ولی حالا باید ببینیم که این دفعه هم چنین اتفاقی میفته یا نه. به طور مشخص موضوعاتی که همچنان ایران و آژانس بر سرش اختلاف دارن یا حل نشده باقی مونده بینشون، بحث مربوط به نصب دوربین‌های جدید در مجتمع تولید سانتریفیوژ تسا در کرج هست که ایران هنوز اجازه اون رو نداده، بعد از اینکه این دوربین‌ها در حمله که به این تأسیسات شده آسیب دیده. نکته دیگه برمیگرده به سوال‌های آژانس از ایران در مورد مواد پیدا شده و ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در سایت‌های اعلام نشده ایران در گذشته، و بحث دیگه هم عدم همکاری ایران و اقدامات خلاف برجام ایران در غنی‌سازی اورانیوم 60% یا تولید صفحه اورانیوم که بسیار خطرناکه، موضوعی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو به نوعی برگشت ناپذیر می‌کنه. همین موضوع هست که همه رو نگران می‌کنه. گریز هسته‌ای ایران یعنی زمان مورد نیازش برای تولید بمب اتم رو کاهش میده. بنابراین ایران اگر همین حالا هم نخواد بمب رو بسازه، دانش اون رو پیدا می‌کنه و به سرعت اگر زمانی تصمیم بگیره می‌تونه چنین اقدامی رو انجام بده. این موضوع نگران کننده برای آژانس و همینطور جامعه بین‌الملل. ایران هنوز مقدمات سفر رافائل گروسی رو فراهم نکرده، دلیل این موضوعش هست؟ ایران از این موضوع به نوعی استفاده میکنه و ازش به عنوان اهرم فشار بهره میبره. موضوع اینه که هرچی که زمان میگذره، هرچند که کشورهای اروپایی و آمریکا میگن زمان به نفع هیچ کس نیست، اما ایران از این زمانی که داره کش میده مذاکرات رو به نوعی استفاده میکنه برای افزایش فعالیت‌های هسته‌ایش، برای کسب دانش بیشتر، برای ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش، و اون وقت برای اینکه بتونه فشار بیشتر بیاره در مذاکرات برای گرفتن امتیازهای بیشتر. نکته دیگه هم این هست که معمولا در لحظه آخر ایران قبول نمی‌کنه به گفتگوها، به مذاکرات، به دعوت از مقام‌های آژانس یا اروپایی به ایران، و در لحظه آخر چنین موضوعی رو فراهم می‌کنه برای اینکه بتونه یک امتیاز جدید بگیره. به نظر میرسه این در این مورد هم برنامه مشابهی رو داره، با توجه به اینکه گفتگوها در وین رو هم هنوز از سر نگرفته. ممنونم از توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ما بودیم. اما برای گفتگوی بیشتر در همین زمینه، افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن همراه ما هستند. آقای شاهی، همونطور که میدونیم رافائل گروسی در آمریکا هست و در حال رایزنی و قرار هم هست که به ایران سفر بکنه، دلیل این سفر رو شما چه می‌بینید؟ آیا به معنای اتمام حجت با تهران هست و هشداری درباره تصمیم شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای ایران؟
سلام و وقت شما بخیر. همینطور که مطلع هستید، آقای گروسی با کمیته روابط خارجی ایالات متحده دیدار داشته، با مقامات برجسته دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده دیدار داشته و اصلا شکی نیست که مهمترین مسئله‌ای که در مورد اون به بحث نشستن مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامیه. یکی از سناتورهای جمهوری خواه این کمیته این مسئله رو خیلی فراتر از در واقع چالش هسته‌ای جمهوری اسلامی رو حتی خیلی فراتر از خود ایران و منطقه میدونه. ایشون اعتقاد داره که آینده و مشروعیت آژانس و سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان همه و همه بستگی داره به اون برخوردی که اتخاذ میشه در قبال سیاست‌های امروز هسته‌ای جمهوری. و به نظر من خب با در نظر گرفتن این ملاقات‌هایی که صورت گرفته، صحبت‌هایی که شده، اگر که آقای گروسی به تهران بره بدون شک حامل پیامی قاطع هم از طرف ایالات متحده خواهد بود. درسته در هفته ها و ماه های گذشته ایالات متحده به جمهوری اسلامی هشدار زیاد داده، اولتیماتوم زیاد داده، ولی خب الان داریم نزدیک میشیم به نشست بعدی شورای حکام و این میتونه در واقع اون ابزار فشار لازم برای آقای گروسی باشه، چون همینطور که گزارشگر خودتون اشاره کرد جمهوری اسلامی نگرانه که شورای حکام بالاخره تصمیم بگیره که قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه که جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ببر و این دقیقا اون چیزی است که جمهوری اسلامی میخواد از اون در واقع کناره‌گیری بکنه. ولی حالا تا چه اندازه رایزنی های آقای گروسی میتونه موفق باشه این به نظر من هنوز در حاله ابهامه. از طرف دیگه می‌بینیم که اسرائیل هم داره آماده حمله به تأسیسات اتمی ایران میشه، بودجه 1.5 میلیاردی اختصاص داده به این موضوع. چرا با تمام این فشارها هنوز ایران داره سیاست تعلیق مذاکرات رو پیش می‌بره؟ ببینید، اگر شما فشارهایی رو که اقتصاد ایران در چند سال گذشته متحمل شده فقط به خاطر برنامه‌های هسته‌ای و برای پیش بردن برنامه‌های هسته‌ای، این دیگه اصلا جای تعجب نداره که حتی امروز که عملاً یک بار دیگه ما داریم صدای طبل جنگ رو میشنویم، مقامات اسرائیلی دارن علناً از طرح‌های متفاوت نظامی برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت می‌کنن. می‌بینیم که برخلاف گذشته که یک اختلاف نظری وجود داشت بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در مورد مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی، دیگه اون اختلاف نظر وجود نداره. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم همصدا شدن، اما همواره به رغم تمام این فشارها، به رغم تمام این متغیرها، جمهوری اسلامی داره برنامه‌هاش رو ادامه میده. و من فکر می‌کنم که به اصطلاح این فشارهای بیشتر و خصوصاً موضع‌گیری‌های سیاسی و امنیتی اسرائیل در روزهای گذشته چه بسا جمهوری اسلامی رو جدی‌تر بکنه که در واقع این سیاست‌های هسته‌ای رو تا آنجایی که امکان داره جلو ببره که نزدیک‌تر و نزدیک‌تر بشه به اون نقطه گریز که عملاً دنیا رو، جهان رو، جامعه بین الملل رو در یک شرایط انجام شده قرار بده. و خب این خیلی هم دور نیست به اون تحلیلی که ما اخیراً در روزنامه وول استریت دیدیم که مدعی هستند که جمهوری اسلامی به رغم تمام ادعاهایی که داره با در نظر گرفتن شرایط و قرائنی که ما از برنامه‌های هسته‌ای این کشور می‌بینیم به دنبال دسترسی حداقل به دانش سلاح اتمی هست. چرا به طور کلی جمهوری اسلامی خواستار سلاح هسته‌ایه؟ و به نظر میرسه که در حقیقت سلاح هسته‌ای میخواد. خب جمهوری اسلامی به نظر من به سلاح هسته‌ای نگاه میکنه به عنوان یک سلاحی که ضامن استمرار و بقای حاکمیتش بشه. جمهوری اسلامی امکان داره به سلاح هسته‌ای نگاه بکنه به عنوان در واقع یک مکانیزم بازدارنده. به کره شمالی نگاه میکنه، میگه به رغم تمام مشکلاتی که به جهان داره صرفاً به خاطر دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی یک سیستم بازدارنده بسیار قوی درست کرده که مانع از مداخله نظامی کشورهای دیگه در این کشور هست. جمهوری اسلامی بر این باوره که به رغم تمام اختلافات عمیق و تمام اختلافات بنیادینی که چه با کشورهای منطقه و چه با کشورهای جهان داره، به رغم نقض حقوق بشر آشکاری که در کشور داره صورت می‌گیره، اگر که دسترسی پیدا بکنه به این سیستم بازدارنده میتونه در واقع دوام
مقام و قوام حاکمیت جمهوری اسلامی رو برای دهه ها تضمین بکنه. ممنونم از توضیحاتتون. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد از لندن همراه ما بودید.